گلم حال وقت وقت تک آهنگ برنامه است. خواننده ای آهنگ براتون معرفی نمی کنم به خاطر که همیال از طریق اسکایپ با ما همراه هستن. سورپرایز! سلام و ماین جان، به برنامه تک آهنگ خوش آمدین. بسیار تشکر که دعوت ما را در برنامه تک آهنگ پذیرا شدین. اگر میشه یک سلام علیک امرای بیننده های ما داشته باشین. سلام مالا جان عزیز، امیدوار هستم که همیشه مثل امروز کارتون موفق باشین. تشکر. سلام خدا عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز شما در سراسر دنیا. سلامت و خوشحال هستم که از آلمان در خدمت شما هستم. تشکر همایون جان، زنده باشین. پیش از اینکه بریم و سوالات کاری هستان پرسان کنم، میشه که خودتان یک کم بر بیننده های برنامه تک آهنگ معرفی کنین و بگوین که همایون جان کی هستند و چی کار میکنن؟ همایون درخشان هستم، مدت 6 سال است که در مارکت هستم. بله. و اولین آهنگای ما جز آهنگ مادر که آلبوم مادر بود و آهنگی که مشهور، یکی از مشهورترین آهنگای من آهنگ گل پونه است که از من بود و بعدن یک سال بعد تقریبا یا 8 ماه بعد آقای اندی او را اجرا کردن. بله. البته با اجازه رسمی من و خوشحال هستم در خدمت هستم، در خدمت شما هستم و امیدوار هستم که بتانم روز به روز کیفیت کاری خود بالاتر ببرم و مردم راضی باشن از کارهای من. تشکر، زنده باشین. از بین گپایتان من یک چیز برداشت کردم، امی آهنگ گل پونه تان که بود بسیار مشهور شده بود در بین افغانا، من همیشه فکر میکنم که آهنگ از خود آقای اندی میباشه، ایش نمیفهمیدم که از خود شما است. چه خوب شد که برای بیننده ها گفتین که آهنگ از شما بوده. بله، امو ورژن اولشه که من در سال 2009 اجرا کرده بودم و شعر کمپوز ما در سال 2003 نوشته کرده بودم. بله. او زمان شاید بسیار بچه بودم، ولی خب نوشته کرده بودم و بعدا محکام عزیز یکی از آرنجورای تنظیم کننده ایرانی است که در کلن زندگی میکنه. بله. برای ما تنظیمش انجام دادن و بعدا آقای اندی که اجرا کردن با شعر بیشتر و ترانه بیشتر که اونا میخواستن اجرا کنن که آهنگ شبه به جای 2 دقیقه و 58 ثانیه میخواستن شبه 4 دقیقه و چند ثانیه، باز اونا دوباره شعر برش اضافه کردن و گفتن خانم پاکسیما کار شعر شبه بیشتر انجام میتن که شعر یا آهنگی که ورژن آقای اندی هست از ما و خانم پاکسیما هست. باید خدمتون بگویم که کمپوزش؟ بله؟ کمپوز کامپلیت از ماست. از خودتان هستک. براتون تبریک میگویم به خاطر که امو ورژن شما هم کمتر از بهتر نیست. زنده باشین، سلامت باشین، لطف دارین. تشکر. میشه که در مورد کارهای نوتان بر بیننده های ما بگوین؟ کار نو بسیار دارم. امیال بارامین منصور عزیز تقریبا 10 تا ویدیو رو ما پر کردیم که از این 10 تا 4 تاش بله 4 تاش پخش شده. بله. و یا 5 تاش پخش شده فکر کنم امسال و تا آخر سال و یا تا عید نوروز 100% 5 تا دیگه در خدمت شما عزیزان است و به امید خدا چون که آودیو زیاد دارم کارهای تنظیم مرا آرون جان و الکس آبیدی عزیز از کل نستن انجام میتن و بله. شعر کمپوز من از 12 سالگی شعر نوشته میکنم و کمپوز جور میکنم بسیار زیاد دارم. بله، باید خدمت دوستای عزیز ما بگویم که امو اینجان همیشه در کلیپ هایشان امرای آرون جان دیده میشن. چطور شد که امروز آرون جان در مصاحبه تشریف ندارن؟ طور است که آرون جان هم بسیار یک بچه پرکار است و زحمتکش است، به مو خاطر امروز دانشگاهش برش بسیار مهمتر بود به خاطر بله. از این که گفت باید 100% من در دانشگاه باشم و سالای آخر دانشگاهش هست فکر کنم سال سال آخرش هست، به مو خاطر یک کمک درگیر دانشگاه است، اگر نه 100% خوش داشت که در خدمتتان باشه. تشکر، زنده باشین. حتما در برنامه های آینده همراه آرون جان هم صحبت خواهیم کرد.
همان جان سوال بعدی من ای است که در مورد کارهایتان خب بر ما گفتین، میشه که یک کم در مورد زندگی شخصیتان بگوین، در کجا زندگی میکنین، تحصیلاتتان در کجا به پایان رسانیدین و به چی کار مشغول میباشین؟ فعلا در آلمان بر خودم کار میکنم. بله. یعنی که یک اگه نمیفهم اگه بگویم لاف بزنم اگه نگویم چه رقم میشه مردم نگویم، چون که ابیال در مارکت ما بسیار هنرمندای بیچاره زیر فشار هستن. بله. که کار میکنن بسیار زیاد، من خودم میبینم که مثلا بسیار زیاد کار میکنن و بسیار زیاد مشکلات دارن تا میتونن مصرف موسیقی شون بتن. ولی من خودم خدا رو شکر ویدیو هم آسان به دست نمیاد، بسیار میوزیک ویدیو تهیهشان خرج زیاد رو برمی داره، بسیار پرخرج هستن. کاملا درست است، ولی من خودم خدا رو شکر از زندگی راضی هستم. میگذره یک استودیو یک موسیقی در پایین دمی زیرزمینی خود دارم مثل امو زمان ایران. آهنگای زیرزمینی ثبت میکنین؟ بله، آهنگای زیرزمینی هم زیاد دارم که من به زودی یک ویدیو میکشم به نام همه را بدار کشیدی. من کمک کار سیاسی هم میکنم به خاطر از اینکه هر هنرمند مسئولیت مملکت خودش داره، یا مسئولیت همین بچه های که در سراسر دنیا از دست میرن و این بیچاره نان خوردن ندارن یا بسیار زیاد زیر فشار هستن. بله. به خاطر هر هنرمند یک مسئولیت داره که یک خدمت برای نسل بکنه. بله. حالا فرق نمیکنه بچه های ایران یا بچه های افغانستان یا بچه های که در افریقا هستن، برای من فرق نمیکنه. من به زبان دری و فارسی که میخوانم یک مقدار خوش دارم کار سیاسی هم بکنم. بله. یکی از کارهای سیاسی اجتماعی بگویم، اجتماعی سیاسی بگویم بهتر است. بله. یکیش آهنگ عینقین بود که امپیتری پخش شد ولی بسیار زیاد گرفت. ویدیوش جور نکدین؟ ویدیو عینقین نه، ولی امیدوار هستم که به زودی شوه. به زودی انشالله. من دو تا آهنگ حماسی تان دیدم از جنگ و ریزانم و آهنگ دیگه تان، میشه که در مورد ایده آهنگ کم توضیح بدین و یکی از آهنگای تان تک آهنگ برنامه ای هفته ای ما شده که بر بیننده های عزیز ما پخش میشه. بسیار عالی. آهنگ همه را بدار کشیدی یا آهنگ، بگذارین که براتون آهنگای حماسی را بگویم که در این آلبوم من چند تا آهنگ حماسی دارم. بله. در این آلبوم 5 تا آهنگ سیاسی حماسی دارم که یکیش از جنگ و ریزانم است. بله. یکیش ای خدای مهربان که پخش شده. بله. ای خدای مهربان ویدیوش در ایتالیا پر کردیم. واو. و بسیار اگه آهنگ آرام است، بسیار احساسی است و شعرش برای نسل بعدی ما در افغانستان ایران است که این طفلا باید از زیر فشار سیاستمداران ما براین، یک کمک باید آزادی به دست بیارن تا بتونن خودشان برای خود زحمت بکشن و سر پای خود استاده شون. انشالله. تشکر از توضیحاتتان. به خاطر که آهنگ که تک آهنگ برنامه ای هفته ما شده آهنگ از جنگ و ریزانم می باشد، میشه که بگویم در کجا ویدیویش ضبط شده، شعرش از کیست، کمپوزش از کیست و کارگردانیش چی کسی به عهده داشته؟ شعر و کمپوزش از خود بنده است. بله. رامین منصور عزیز در شهر ویسبادن ویدیوش را پر کردیم که نزدیک فرانکفورت است. بله. و دیگه موزیک دیرکتور و کل کارهایش تقریبا هارون و یک دوست عزیز ما به نام کریستوف است که هارون کتزو کار میکنه. بله. و اینا موزیکش را تنظیم کردن برای من. تشکر از توضیحاتتان. پیش از اینکه بریم آهنگ ببینیم یک سوال دیگه استان دارم که شما با هارون چی نسبت دارین؟ آرون برادر خردترم است. بله. برادر خردم است و دنیای موسیقی ما آرون است. واو. بهترین جمله برای پایان رسانیدن مصاحبه این هفته برنامه تک آهنگ. تشکر از همای جون عزیز. اگه میخواین امروی بیننده های تک آهنگ خداحافظی کنین که ما هم بریم آهنگ شما رو ببینیم. زنده باشین. تشکر میکنم از شما و بیننده های شما و امیدوار هستم که همیشه خوش باشین. تشکر. و با امید روزی که در کشور ما هیچ فقر وجود نداشته باشه. انشالله. و در سراسر دنیا هیچ فقر وجود نداشته باشه و انشالله که همه بتوانن آزاد و آباد زندگی کنن.
تشکر، زنده باشین، خدا نگهدارتان. خواهش میکنم، زنده باشین، شب و روز خوش، خداحافظ.